همکارم لیلا سعادتی اینجا همراه منه تا برامون جزئیات بیشتری درباره این جوان لاهیجانی بگه آره همچنین خودم تو خبرم داشتی در واقع 18 سالش اهل لاهیجان هست و چند روز پیش تو اعتراضا بوده و چیزی که به ما گفتن این هستش که خیلی از فاصله نزدیک شاید مثلا کمتر از دو متر ده ها گلوله به شلیک شده به چشما و سینش عکسایی که ما ازش داریم کاملا مشخص این پشت دستاش و پشت بدنش همچنین سینش پر از گلوله ساچمه بوده بعد میره بیمارستان همجا که ما میدونیم چیزی که ما می بیمارستان که میره دو تا چشمش رو در واقع به هر دو تا چشمش چون شلی کرده بودن دو تا چشمش رو از دست میره میده و تو هم که داشتیم یه مقدار گویا بود که همچنان پانسمان هست روی چشمش و ما می دونیم میدونید دیلا همه ماجرا که یک تراژدی بسیار داید. تلخه ولی ما کماکان باید همین تصویر رو بلر بکنیم به خاطر اینکه من نمیدونم چه بیشتر از این میخوان بر سر یک جوان بیارن که باز همین بچه در خطره و دقیقا و باز هم در خطر و باز هم داره ادامه میده به مبارزش و مقاومتش ما میتونیم که امسال در واقع این جوان ها کم نیستن و هر حال ما میدونیم که یکی از روش های حکومت فهم می کنم کمتر یعنی شاید توی سال های اخیر کمتر حکومتی داریم که همچین بلایی رو سر همه خبر های جهان رو پوشش میدیم ندیدیم موارد اینجوری این, این دست تو این چند سال سابقه کارمون این طور که بخوان انتخاب کنن و انتخاب کنند و به عمد به چشما شلیک بکنن که اون فرد بیناییشو از دست بده و هر حال الان گزارش زیادی داره از این کار حکومت در رسانه‌های بیرون جهانی بهش و یکی از همون نمونایی هستش که این کمیته حقیقتی ها به شروع بشه سازمان ملل حتما روش تحقیق خواهد کرد به هر حال مستنداتی هم که به ما میرسه هر روز ما میدونیم که تعداد زیادی از جوانها چه دختر چه پسر یه چش یا دو تا چشمشون رو از دست دادن انقدر که وضعیت وخیم هستش که ما خبرش پوشش دادیم دو روز گذشته حدود از 140 چش پزشک به انجمن چش پزشکان خودشون در واقع نامه نوشته بودن هشدار داده بودن به مقامات که این تبعات خیلی زیادی بر جا خواهد گذاشت و هشدار داده بودن ولی حالا نمیدونم این هشدارها واقعا شاید هیچ عملکاری نداشته باشه در حالت ولی چون یکی از اوا... یکی از راههای سرکوب جمهوری اسلامی در واقع گرفتن چشم نابینا سازی و در واقع گرفتن چشم معترضاست و هر حال ما میدونیم که بیش از 500 تا زن و مرد در ایران با همین روش اومده این بله از دست دادن و بیشتر بیمارستانه که مخصوص چشم هستند پر از بیمار بوده البته یه گزارش هم به دست ما رسیده ما یه دردناکتر به ویژه در که کم برخوردار هستن خانواده ها پول عمل چشم بچه هاشون رو ندارند و یه, خان... یه پدری دشمن هم میگفتش که مثلا شش تا عمل جراحی باید برای پسرش انجام بشه و پول واقعا اینو نداره و اینکه چقدر واقعا فاجعه آمیز و چقدر دردناک است هر نظر که بهش نگاه میکنی ممنون از تو لیلا